روزانه بیش از حدوداً حالا تخمینی بگویم 500 الی 600 شهروند ما وارد هندوستان میشن و خب شما میفهمید که یک تعداد زیاد از اینا برای مدیکال توریسم یا مو به حساب تداوی و چک و معاینات صحی خود در اینجا یک تعداد اینا برای سیاحت میاین و یک تعداد هم برای آموزش در اینجا کسایی که برای تداوی میاین در هندوستان خب یعنی رابطه ها چون بازار در اینجا بازار آزاد هست و رابطه ها بیشتر شخصی و خصوصی هست مثلا شهروندی که میاین در اینجا افغانی که در اینجا تشریف میاره و شهرهای مختلف هندوستان میره رابطه مستقیم اینا خودشان با شفاخانه ها میگیرن سفارت افغانستان با حداقل 2 الی 3 شفاخانه هندوستان وزارت صحت افغانستان قرارداد داره تعهد نامه داره که به اساس او یک سلسله تعهدات را هر دو تا کشور در مقابل یکی دیگه داره ولی سهولت هایی را که ما در اینجا آوردیم با مو چند تا شفاخانه است که وزارت صحت افغانستان با اونا قرارداد امضا کرده در رو حالات ما هر موضوعش میتونیم که پیگیری بکنیم ولی برای بقیه شفاخانه ها توصیه ما معمولا برای شهروندای ما این است که بسیار آگاهانه شفاخانه خود انتخاب بکنن آگاهانه امو به حساب مریضی که دارن و چک صحی که میشن نرخ و همه مسائل چک کنن متاسفانه یک موضوعی را که بیشتر مشکل اونا ایجاد میکنن بدبختانه ترجمان ها هست که اینا چون شهروندهای ما در این جزئیات با کشور میزبان ازش آشنایی کامل ندارن یک تعداد با سوء استفاده با نام ترجمان و سوء استفاده از اینها در واقع پول زیاد میگیرن که ما ایرم فوق العاده پیگیری داریم با کشور میزبان هم پیگیری داریم اگر پرونده و کیسای در قضایای در این مورد وجود داشته باشه همکارا رو در سفارت پیگیری میکنه وزارت صحت افغانستان از طریق سفارت افغانستان با 5 شفاخانه در هندوستان اینا با در دهلی قرارداد عقد کرده این 5 شفاخانه رابطه بسیار مستقیمی ما هم باهاشون داریم و کسایی هم که در اونجا مراجعه میکنن اگر در اونجا مشکلات به وجود میآید میتونن که هموطنای ما با سفارت مراجعه بکنن البته با قضیه دست داشته با سند با مکتوب و همکار ما و دسک که میزی که در اینجا مخصوصا در این مورد کار میکنه ما پیگیری میکنیم در گذشته ها معمولا از افغانستان به عنوان یک کشور محاب و خوشکیاب میشد که خوشبختانه ما امروز به چندین کشور وصل هستیم از جمله هندوستان و از طریق دهلیز هوایی به نظر این یکی از برنامه‌های بسیار بزرگی بوده که افغانستان امروز با او دست یافته تنها در ماه دسامبر اگر من برای شما مثال بدم ما بیش از 30 پرواز به هندوستان داشتیم که هزاران تن میوه خشک، میوه تازه، قالین، سنگ، زعفران و بقیه اقلام که افغانستان به کشورهای بیرون صادر میکنه را ما در اینجا صادر کردیم به هندوستان یعنی چند وقت گذشته چند وقت پیش ما شاهد برگزاری برنامه یکی از نمایشگاه بزرگی به نام IITF بودیم یا نمایشگاه بین‌المللی هند که افغانستان به عنوان کشور شهید در اینجا حضور پیدا کرد و ما خودم در روز اولش شاهد چندین قرارداد از جمله یک قرارداد تقریبا 12-13 میلیون دلاری بود بین تاجرای افغان و تاجرای هندی و همه قسم ما در شهرهای مختلف هندوستان تجارت در حال تقویت و گسترش تجارت خود هستیم مثلا باز کردن کنسولگری جنرال کنسولگری ما در حیدرآباد این خودش نمایانگری است که ما داریم به نقاط مختلف هندوستان از جمله به جنوب هندوستان دست پیدا کنیم تقریباً بیش از یعنی جریان 8 ماه شاید بیش از 20 برنامه فرهنگی ما به کشور هندوستان داشتیم از برگزاری نمایشگاه لباس گرفتن تا برگزاری نمایشگاه غذا دستپخت‌های مختلف افغانستان مثلا صنایع دستی افغانستان مثلا فیلم مثلا اکران فیلم در اینجا ما اومدیم نمایش فیلم دادیم برای دوستای هندی ما یا مثلا ما با اینا در واقع در مورد بزرگای افغانستان نمایشگاه داشتیم ما اینجا حدوداً بیش از 16,000 محصل داریم ما در هر ملاقاتی که با این محصلین عزیز می داشته باشم میگم هر کدام از شما سفیر فرهنگی افغانستان هستیم شما لطفاً از افغانستان و از فرهنگ و از سنت های بسیار زیبای افغانستان در اینجا لطفاً نمایندگی بسیار خوبی بکنید
یعنی ما از این طریق هم استفاده داریم. مثلا ما در اکثریت پانتونایی که در اونجا میرم سخنرانی دارم و در مورد افغانستان نو صحبت میکنم و رابطه‌ای که ایجاد کردیم با این محصلین و نظر میام یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ ما هست که چرا ما فکر میکنم که یک قوت بسیار کلان افغانستان این نسلش و کسایی است که در حال آموزش هستن که بازم وارد این شامل این نسل میشه. ما یکی از ماموریت‌های بزرگم به عنوان نماینده نسل جوان و نماینده افغانستانی بوده که روایت افغانستان در بیرون ما تغییر بدیم. متاسفانه در اکثر تعداد کشورها از افغانستان هنوز به عنوان یک کشور جنگ زده، برای به عنوان یک کشور فقیر، یک کشوری که مردم بی سواد داره، یک کشوری که صدها و ده ها مشکل داره میشناسیم.